سلام بر شما به بخش خبر تلویزیون ایران فردا خوش آمدید. من فریبا شیرازی هستم. سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا گفته است مقامات کشورش وقوع انفجار در داخل یا نزدیک تأسیسات نظامی پارچین را با دقت تحت نظر دارند وزارت دفاع جمهوری اسلامی از وقوع آتش سوزی یک شب در یک واحد تولید مواد آتش سا در شرق تهران و کشته شدن دو نفر در این حادثه خبر داد گزارش های دیگر اما حاکی از وقوع انفجاری شدید در پارچین بود حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس وقوع آتش سوزی روز یکشنبه در منطقه پارچین را تایید کرده و گفته این حادثه در قسمت شیمیایی این منطقه نظامی رخ داده و ارتباطی به مسائل هسته این ندارد. کشورهای غربی به آزمایش های انفجاری ایران در پارچین مشکوک هستند و آن را در ارتباط با تولید سلاح هسته ای می دانند. احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در تازه ترین گزارش خود از اعدام حداقل 825 نفر در ایران از تیر ماه 92 تا تیر ماه 93 خبر داد و این آمار را هشدار دهنده توصیف کرده و خواستار توقف این روند شده است. آقای شهید در ششمین گزارش خود از وضعیت حقوق بشر در ایران که برای بررسی در نشست اکتبر منجای عمومی سازمان ملل متحد تهیه شده تصریح کرده در شش ماهه اول سال 2014 411 نفر در ایران ادام شدند که 8 نفر آنها هنگام ارتکاب جرم کمتر از 18 سال سن داشتند گزارش منتشر شده همچنین تصریح کرده جمهوری اسلامی چهار سال پیش در جریان مذاکرات خود با شورای حقوق بشر سازمان ملل پذیرفته بود به پیمان حقوق کودک در ارتباط با مجازات ادام احترام بگذارد. محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی روز گذشته در گزارشی از عملکرد خود به مجلس از بازداشت 130 نفر از عوامل تکفیری و کشف دو جلیقه انتحاری که قرار بوده در روز قدس در دو استان کشور منفجر شوند خبر داد. آقای علوی همچنین گفته وزارت اطلاعات با حزب به گفته او منحله دموکرات و کموله کردستان گفتگو کرده است. به افزوده این وزارتخانه با هر کسی که مصالح امنیتی اختزا کند صحبت می کند. آقای علوی هدف از این اقدامات را به حداقل رساندن آسیب آنها به نظام اسلامی توصیف کرده است. در این ارتباط گفتگویی کردم با عبدالله محتدی دبیر کل حزب کمولی کردستان و از ایشان پرسیدم آیا وزارت اطلاعات آنطور که آقای علوی ادعا کرده با حزب شما گفتگویی داشته؟ خیر مطلقا این خبر بی اساسه ما در این مورد اطلاعی دادیم و من با رسانه های مختلف صحبت کردم در این مورد این ادعای وزارت اطلاعات رو ما به کلی بی اساس اعلام میکنیم اگر مذاکره صورت نگرفته هدف وزیر اطلاعات از طرح این موضوع چه بوده؟ ببینید شایع پراکنی ها و دروغ پردازی های مقامات مختلف جمهوری اسلامی به خصوص وزارت اطلاعات برای کسی ناشناخته نیست میتونه منظورش بدبین کردن تفرق اندازی انحراف از عمومی و یا هر چیز دیگری باشه اون چه که مسلمه اینه که هیچ نوع تماسی بین حزب ما حزب کمله کردستان ایران و وزارت اطلاعات یا دیگر ارگان های جمهوری اسلامی ایران مطلقا صورت نگرفت آیا اگر جمهوری اسلامی درخواست گفتگو با حزب شما را داشته باشد حاضر به مذاکره هستید؟ ببینید نه حزب ما و نه کردها به طور کلی هیچ وقت علل اصول مذاکره رو رد نکردند منتها برای فراهم شدن چنین شرایطی بایستی جمهوری اسلامی بسیاری از سیاستهاش رو در کردستان تغییر بده و ما شاهد چنین تغییری نیستیم سیاست اعدام سرکوب امنیتی برخورد کردن اینها همه کاملا با شدت تمام ادامه داره. بایستی آزادی زندانیان سیاسی، آزادی احزاب سیاسی، تغییر سیاست در مورد لغو در مورد اعدامها و لغوشون و خیلی چیزهای دیگه اتفاق بیفته. ما شاهد تغییر سیاستی در جمهوری اسلامی نیستیم. اگر جمهوری اسلامی واقعا صادقانه بخواد در مورد مذاکرات عمل کنه به فرض در اون صورت ما میبایستی شاهد تغییر این سیاست ها میبودیم آیا حزب کموله کردستان برای حل مسالمت مسئله کردها تا کنون از جمهوری اسلامی درخواست مذاکره کرده است؟ خیر برای اینکه ما در این شرایط عبس میدونیم ما هیچ آمادگی رو برای حل آشتی جویانه و مسالمت و مسئله کردستان از طرف جمهوری اسلامی در طی دولت های مختلف تو تمام این ها شاهد نبودیم بنابراین اگر ابتکار عملی قرار باشه انجام بگیره این ابتکار عمل بایستی یک تغییر سیاست آشکار باشه و تازه فقط در اون شرایط اگر جمهوری اسلامی چنین پیشنهادهایی رو بکنه مطمئنا از طرف حزب ما و یا سایر احزاب دیگه مورد بررسی قرار خواهد گرفت گفتگویی بود با آقای عبدالله محتدی دبیر کل حزب کماله کردستان توجه شما را به ادامه اخبار جلب می قوه قضایی فشارها بر حسن روحانی برای تشکیل جلسه شورای عالی فضای مجازی را افزایش داده است. هدف این قوه فشار بر دولت برای تصمیم گیری در مورد مسدود کردن شبکه های اجتماعی اینترنتی و تلفن همراست. دولت یازدهم و قوه قضایی از ماها پیش بر سر نحوه و دامنی فیلتر شبکه های اجتماعی و هزاران سایت فاقد مجوز با یکدیگر اختلاف شدیدی پیدا کردند. به گزارش دیگر بان دولت به درخواست قوه قضایی مبنی بر فیلتر کردن شبکه های اجتماعی بی اتنایی می کند و قوه قضایی نیز با تهدید وزارت ارتباطات اعلام کرده وزارت ارشاد اجازه مسدود کردن سایت های فاقد مجوز را ندارد. قوه قضایی در یک ماه گذشته یک هشدار و یک درخواست علنی از دولت مبنی بر فیلتر شبکه های اجتماعی تلفن همراه و تشکیل جلسه شورای عالی فضای مجازی مطرح کرده که با مقاومت دولت مواجه شده است. حسن روحانی ماه از تشکیل جلسه شورای عالی فضای مجازی خودداری کرده که همین مسئله با اعتراض قوه قضایی مواجه شده است. مسئولان قوه قضایی قصد دارند فیلتر شبکه های اجتماعی تلفن همراه را از طریق این شورا دنبال کنند که آقای روحانی نیز حاضر به تشکیل جلسات ماهانه آن نیست. قوه قضایی همچنین در نظر دارد در این جلسه حدود و اختیارات دولت در مسدود کردن سایت های فاقد مجوز را تعیین کند. 8 نفر از 14 عضو حقوقی این شورا را افرادی تشکیل می دهند که جزء محافظ کاران محسوب می شوند و با سیاست های دولت روحانی زاویه داشته و منتقد آن نیز هستند. رسانه های وابسته و نزدیک به قوه قضایی هم در پی بی دولت به این درخواست ها و هشدارها دور جدید فشارها، حملات و تهدیدها علیه دولت یازدهم را آغاز کردند. این رسانه ها در یک هفته گذشته دهها خبر گزارش و مصاحبه در خصوص ضرورت تشکیل جلسه شورای عالی فضای مجازی منتشر کرده و به طور تلویحی به دولت درباره تعلل در این باره هشدار دادند. برخی نمایندگان مجلس نیز در گفتگو با این رسانه ها به طور تلویحی هشدار دادند چنانچه این جلسات تشکیل نشود قوه قضایی می تواند با عاملان این کمکاری دولت برخورد کند. آنها همچنین اعلام کردند اگر جلسات شورای عالی فضای مجازی تشکیل نشود، قوه قضایی می تواند با استفاده از اختیارات خود به حل و فصل مشکلات فضای مجازی بپردازد. غلامعلی علی حداد حد عادل نماینده نزدیک به علی خامنه ای هم از اینکه جلسات این شورا از سوی دولت تشکیل نمی شود اظهار تعصف کرده است. حداد حد عادل افسوده این شورا پس از آنکه حد و مرز استفاده از شبکه های اجتماعی را تعیین کرد قوه قضایی با همکاری مجلس قوانین مربوط به آن را تهیه تصویب و به اجرا خواهد گذاشت گفتنیست شورای عالی فضای مجازی نهادی تازه تأسیس است این شورا در تاریخ 17 اسفند 1390 به فرمان علی خامنهای تشکیل شد و موظف به کنترل یا همان فیلترینگ شبکه های ارتباطی شد. مسئولان شهر منصوریه عراق از دولت مرکزی برای جلوگیری از غرق شدن این شهر توسط داعش درخواست کمک کردند. مقامات مسئول این شهرستان اعلام کردند به دلیل شکست شدن کانال اصلی آب در اطراف شهر به دست داعش، بسیاری از مناطق این شهر به زیر آب رفته است. رئیس شورای اداری شهر منصوریه گفته ما امکانات کافی برای مقابله با این معضل نداریم و در صورتی که دولت مرکزی شهر را نجات ندهد، من منصوریه زیر آب می رود. شهر منصوریه در نزدیکی بعقوبین مرکز استان دیالی قرار دارد و چند ماهی است که شاهد درگیری های شدید میان عناصر داعش و نیروهای محلی است. حزب الله لبنان مسئولیت انفجاری در مرز لبنان با اسرائیل را که به زخمی شدن دو سرباز اسرائیلی انجامید بر عهده گرفت. یک مقام امنیتی لبنان به خبرگزاری ها گفته این بمب در مسیر یک تانک اسرائیلی که از نزدیکی منطقه شیبا میگذشت منفجر شد. این مقام امنیتی افسوده توپخانه اسرائیل هم در مقابل تپای این منطقه را گلوله باران کرد. شهروندان معترض به سیاست های دولت بوسنی و هرزگوین پس از هشت ماه اعتصاب بار دیگر در مقابل دفتر ریاست جمهوری در سرایه تظاهرات کردند. تظاهرات ضد دولتی در بوسنی و هرزگوین به دلیل بیکاری و ناکارآمدی دولت در رفع مشکلات و معضلات اقتصادی در اوایل ماه فوریه سال جاری میلادی از شهر تولاز در شمال شرقی این کشور شروع شد که به خشونت و آتش زدن ساختمان شورای ریاست جمهوری در سرایب و دیگر نهادهای دولتی در سراسر کشور منجر شد رجب طیب اردوغان رئیس جمهور و احمد داوود اغلو نخست وزیر ترکیه برای مداخله نظامی در شمال سوریه و کمک به مدافعان شهر کوبانی شروطی از جمله برکناری بشار اسد را تعیین کردند در همین حال خبرگزاری ها از حملات هوایی نیروهای ائتلاف بین المللی به مواضع گروه داعش در غرب این شهر خبر دادند رجب طیب. اردوگان رئیس جمهور ترکیه در شهر قاضیان تپ در جنوب ترکیه یک بار دیگر به تاکید گفت که حملات هوایی به تنهایی نمیتواند مانع پیشروی تروریست های گروه دولت اسلامی شود برای این کار به نیروی زمینی نیاز است خبرگزاری آنادول گزارش داد که اردوگان در این سخنرانی پیش بینی کرده که به زودی شهر کوبانی سقوط کند نمایندگان پارلمان ترکیه هفته گذشته با 298 رأی موافق و 98 رأی مخالف لایحه عملیات نظامی این کشور در مقابله با گروه دولت اسلامی در خاک سوریه و عراق را تصویب کرده است. احمد داوود اغلو نخست وزیر ترکیه نیز اعلام کرده که این کشور از هر نظر برای مقابله با تروریست های گروه دولت اسلامی آماده است. اما برای مداخله نظامی ترکیه شرط تعیین کرده بر کناری بشار الاسد داوود اغلو گفته است شرط مداخله نظامی ترکیه این است که نیروهای ائتلاف به یک استراتژی یک دست برای کنار گذاشتن بشار الاسد دست یافته باشند به گفته داوود اغلو آنکارا نیرو میفرستد اما به این شرط که دیگران هم سهم خود را ادا کنند داوود اغلو هشدار داده است که چنانچه اسد بر سر کار بماند حتی اگر تروریست های گروه دولت اسلامی هم از بین رفته باشند ممکن است یک گروه تروریستی دیگر در سوریه سر برآورد وی هر گونه احتمال یا امکان همکاری با بشار الاسد در مقابل با گروه دولت اسلامی را رد کرده است او گفته چگونه میتوان برای از بین بردن یک اهریمن با اهریمن دیگری پیمان بست جامعه جهانی هم نباید این راه را در پیش بگیرد در این میان فرانسه هم از احتمال همکاری با ترکیه سخن در میان آورده است لوران فابیوس وزیر امور خارجه این کشور احتمال داده که فرانسه با ترکیه در زمینه مقابله با گروه دولت اسلامی همکاری کند فابیوس خبر داده که فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه درباره این موضوع با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز تلفنی صحبت خواهد کرد در همین حال بانکمون کل سازمان ملل از جامعه جهانی خواسته از هر ابزاری برای کمک و حفظ جان غیر نظامیان کوبانی استفاده کند. بیش از 160 هزار نفر از مردم روستاهای اطراف کوبانی به ترکیه پناه بردن. اما سیاستمداران و کنشگران کرد هشدار میدهند که در صورت تصرف کوبانی خطر کشتار افراد باقی مانده در شهر و دهات اطراف بالاست. عبدالله عجلان رهبر گروه کارگران کردستان پنج شنبه هفته گذشته به دولت ترکیه هشدار داده بود که چنانچه گروه دولت اسلامی شهر کوبانی را فتح کند و در این شهر دست به قتل عام مردم بزند پیکه که مذاکرات صلح با دولت ترکیه را قطع خواهد کرد در همین حال تاکنون کنون دست کم دوازده نفر در جریان اعتراض کردهای ترکیه به دخالت نکردن دولت این کشور در دفاع از شهر کردشین کوبانی سوریه کشته شده است. پلیس ترکیه برای متفرق کردن معترضان به استفاده از گاز اشکاور و ماشین های آب متوسل شده است. معترضان کرد در آنکارا و استانبول با پلیس درگیر شدند و مسئولان استان جنوبی ماردین ترکیه در شش محله آن مقررات منع رفت و آمد وضع کردند. اعتراض کردها به ترکیه محدود نشده و در شهرهای مختلف اروپا هم اعتراضهایی به حمایت نکردن از نیروهای کرد در کوبانی به ویژه از جانب ترکیه صورت گرفته است در شرایطی که رئیس جمهوری ترکیه گفته است که شهر کوبانی سوریه در آستانه سقوط گرفته است خبرگزاری ها از حملات هوایی نیروهای اعتراف بینالمللی به مواضع گروه خلافت اسلامی در غرب این شهر خبر دادند به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس جنگنده های اطلاف بین المللی به رهبری آمریکا مواضع داعش را در حومه شهر کوبانی هدف قرار دادند که در این حملات چند مقر نظامی گروه خلافت اسلامی بمباران شد گزارش های رسیده هاکی که این بمباران ها همچنان ادامه دارد از سوی دیگر جمهوری اسلامی نیز به وضعیت کوبانی واکنش نشان داد مرزی افخم سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی درباره شرایط انسانی فاجعه‌آمیز در کوبانی سوریه که مدت هدف حملات گروه های تروریستی قرار دارد هشدار داد. خانم افخم بر ضرورت حمایت از دولت و ملت سوریه به منظور مقابله با به گفته او تروریست های مهاجم به این منطقه و ارسال کمک های انسانی برای ساکنان و نیز آوارگان آن تأکید کرد. او اظهار داشت که جمهوری اسلامی به زودی کمک های انسانی خود را برای ساکنان و آوارگان این منطقه از طریق دولت سوریه ارسال خواهد کرد. طی سه هفته ای که از نبرد کوبانی می گذرد بیش از 400 نفر در این درگیری ها جان باختند. گروه ناظر حقوق بشر سوریه مستقر در لندن در گزارشی گفت دست کم 412 تن در درگیری های کوبانی کشته شدند که 219 تن از آنان از گروه خلافت اسلامی و 173 نفر از کردهای مسلح و 20 تن نیز از غیر نظامیان بودند. همانطور که در گزارش هم به آگاهی شما رسید هزاران کرد ساکن ترکیه شب گذشته در اعتراض به عملکرد دولت آنکارا در قبال شهر کوبانی که در معرض حملات گروه داعش است دست به تظاهرات زدند تظاهرکنندگان کنندگان دولت ترکیه را متهم می کنند که در قبال بحران کوبانی منفعل است این تظاهرات تاکنون دوازده کشته بر جای گذاشته است میستان بختیاری خبرنگار ما در ترکیه و جزئیات بیشتر تقریبا میشه گفت کوبانی وارد جنگ خیابانی شده حالا با به شمار افتادن نفس های کوبانی اعتراضات هم به دولت ها و مجامعه جهانی بالا گرفته افکار عمومی در منطقه به ویژه در میان کورت ها خواهان اقدام موثرتر جامعه جهانی در این باره شده واقعیت این است که حملات هوایی نیروهای اطلاف نتونسته مانع پیش روی داعش به داخل شهر کوبانی بشه این موضوعی استش که حتی آقای ارغان هم روز سه شنبه سریحا به اون اشاره کرده و گفته که تنها حملات هوایی برای دفاع از کوبانی کافی نیست و باید عملیات در روی زمین هم انجام بشه چرا که شهر در آستانه سعود قرار داره هرچند های اردوان اشاره به نقش عملی ترکیه در این رابطه نکرده اما به نظر میرسه در شرایط کنونی ترکیه تنها به کمکهای های بشر در این زمینه بسنده کرده شاید شروط ترکیه جهت یک اقدام عملی در قبال کوبانی رو بشه بیشتر در مصاحبه آقای داود اغلو با کریستیان امانپور خبرنگار شبکه سی ان ان دید آنجا که آقای داود اغلو عنوان میکنه شرط اساسی این استش که پس از داعش خود رژیم اسد هدف باشه چرا که با رفتن داعش و ماندن رژیم اسد یک گروه تروریستی دیگه جای داعش رو پر میکنه مشخصا دیروز آقای داوود اغلو در مصاحبه با سی گفتن که زمانی ترکیه میتونه وارد ائتلاف ضد داعش بشه و به نوعی اقدام عملی در این زمینه انجام بده که هم منطقه حائل میان مرز ترکیه و سوریه ایجاد بشه و هم منطقه پرواز ممنوع این که پس از داعش استراتژی روشنی مبنی بر تضمین امنیت مرزهای ترکیه ارائه بشه با وجود چنین شروط آقای داوود اوغلو گفتن که ما آماده هر گونه همکاری هستیم قبلا هم اگه فراموش نکرده باشیم آقای اردوغان گفته بودن که ترکیه دستاویز ترهای موقتی نمیشه و باید خود رژیم اسد هدف باشه ولی به حال به نظر میرسه خیلی دور از ذهن هم نباشه که ترکیه هم به زودی در این زمینه اقدام عملی داشته باشه و تنها به کمک های بشر بسنده نکنه شاید به نوعی دولت ترکیه در حال شرایط سنجی اوضاع هستش فعلا آن چیزی که از گفته های مقامات ترکیه برمیاد این هستش که اونها نیاز به تضمین بیشتره جامعه جهانی در مورد آینده سوریه دارن به همین دلیل تلاش میکنن در شرایط کنونی تنها به کمک های بشر دوستانه در قبال آوارگان کوبانی اکتفا بکنن اما این شرایط سنجی و به نوعی انفعال دولت ترکیه در قبال حوادث کوبانی موج اعتراضی رو هم در شهرهای کردنشین ترکیه به همراه داشته روز سهشنبه در برخی از شهرهای کردنشین مثل دیاربک، وان، مارتین و حتی استانبول اعتراضات خیابانی صورت گرفت و معترضان از دولت ترکیه خواستار اقدام فوری جهت ممانعت از سقوط شهر کوبانی شد متاسفانه این اعتراضات خیابانی که به درگیری های منجر شد محدودیت های رفت آمد در برخی از این شهرها توسط مقامات محلی اعمال شد اما آنسوتر البته آقای آکدوغان معاون نخست وزیر روز سهشنبه گفتن ترکیه به کردهای سوریه پشت نمیکنه و به کمک های بشر خودش ادامه میده البته نکته مهمتری که آقای آکدوغان اشاره کردن این هستش که روز چهارشنبه یک جلسه امنیتی بسیار مهمی هیئت دولت با حضور خود آقای داود خواهد داشت و تحولات در این زمینه رو بررسی خواهند کرد اما هزاران کرد ساکن شهرهای پاریس و مارسی و نانت فرانسه نیز در حمایت از کردهای کوبانی تظاهرات کردند آنها شعارهایی در مخالفت با دولت ترکیه سر دادند و خواستار ارسال تجهیزات نظامی به کردهای کوبانی شدند محمد رزا شاید خبرنگار ما از پاریس گزارش میدهد روز گذشته تظاهرات گسترده‌ای در چند شهر فرانسه از جمله در مارسی و یا در پاریس و همینطور در شهر نانت که 2500 کرد در آنجا سکونت دارند انجام گرفت تظاهرات همگی خواهان یک موضوع بودند و آن نجات کردهای سوریه از دست داعش همینطور آقای لوران فابیوس وزیر خارجه دیروز در مجلس گفت که تمام بمباران های امریکا و متحدین کشورهای عربی متاسفانه نتونست جلوی داعش و تروریست ها رو بگیره و باید هرچی زودتر و بیشتر تلاش ها رو در این راه ادامه داد البته آقای لودریان وزیر دفاع که هفته پیش به امریکا رفته بود و با همتای امریکایی خودش دیدار کرده بود گفته است که این احتمال وجود داره که فرانسه در سوریه هم فعال نظامی باشه همین امروز در شهر نیست خبردار شدیم که 11 نفر فرانسوی به ترکیه رفتن تا از این طریق به سوریه رفته باشند و به جهادیون به پیوندند چهار کودک و یک زوج که هنوز از هویت نفر آخر آگاهی کامل وجود ندارد مسئله کردها در سوریه و اصولا آنچه که داعش انجام میدهد مسئله پوشیده ای نیست نکته اصلی برای فرانسه همونطور که در بیانیه های رسمی گفته شده هم رئیس جمهور هم وزیر خارجه فرانسه با همتایان ترکیه خود صحبت کردند زمان زیادی باقی نمانده و باید هر چه زودتر در این راه تدابیری رو اتخاذ کرد پاریس تلویزیون ایران فردا بنا به اطلاع گزارشگران هرانا ارگان خبری مجموع فعالان حقوق بشر در ایران روز سیزدهم مهر ماه مصادف با عید قربان حدود 20 از شهروندان مهابودی اهل سنت توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند سه از بازداشت شدگان سالار سعیدی شورش آینه و محمد مدرسی نام داشتند و از علت بازداشت و اسامی سایر بازداشت شدگان اطلاع دقیقی در دسترس نیست یک منبع مطلع در این خصوص به گزارشگر ترانه گفته این افراد به دلیل انجام شعائر مذهبی خود بازدار شدند به گفته فشار بر اهل سنت در ایران تحت عنوان عناوینی چون تکفیری سلفی و تنرو صورت میگیرد که موضوع کذب محض است وکیل خانواده های تعدادی از کودکان آسیب دیده از انفجار مین در نامه به رئیس جمهور از او خواست دستور ویژه‌ای برای پاکسازی این مناطق از مین‌های باقی مانده در سیانت از جان شهروندان صادر کند. حسین احمدی نیاز گفته در مهر ماه سال 92 بر اثر انفجار مین در روستایی در مریوان هفت کودک حین بازی مجروح شدند و هیچ اقدامی برای درمان این کودکان صورت نگرفته است آقای احمدی نیاز همچنین تصریح کرده است درخواست خانواده این کودکان از فرمانداری برای درمان کودکانشان صرفا به دریافت 5 کیلو روغن و 5 کیلو قند مواجه شده است روزنامه شهروند در شماره جدید خود گفتگو با مادری را منتشر کرده که فرزند پنج ساله خود را برای فروش گذاشته است. پدر و مادر این کودک یک زوج زابولی و یک زوج زابولی هستند و به این امید که از اجاره نشینی خلاص شوند و در مقابل پسرشان به دست فرد نیکوکاری بیفتد و آینده روشنی داشته باشد برای فروش فرزندشان آگهی دادند آنها گفتند نمی توانند از پس هزینه های خود و سه فرزندشان برایند و نمیخواهند هر شب شاهد بیداری ها و گرسنگی های فرزندانشان باشند فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی میگوید این نهاد نظامی نفت فروخته و بخشی از پول نفت را برای پرداخت حقوق کارکنان نیروی انتظامی اختصاص داده است. اسماعیل احمدی مقدم سال گذشته گفته بود محمود احمدی نژاد به او پیشنهاد داده که نیروی انتظامی برای تأمین کسری بودجه 11 درصدی خود نفت بفروشد. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی در گفتگو با خبرگزاری فارس ضمن بیان جزئیات فروش دو محموله نفت ایران به ارزش 240 میلیون دلار توسط این نهاد نظامی در دولت محمود احمدی نژاد تاکید کرد که 6 میلیون دلار از این پول هنوز به حساب خزانه دولت واریز نشده است احمدی مقدم همچنین گفت که 180 میلیون دلار از این مبلغ مستقیما بابت کسری حقوق کارکنان نیروی انتظامی هزینه شده و به خزانه دولت واریز نشده است وی تاکید کرد دولت باید این 180 میلیون دلار را برای واریز کردن به خزانه تامین کند چرا که نیروی انتظامی این پول را برای کسری حقوق کارکنان خود هزینه کرده و منبعی برای پرداخت آن ندارد آقای احمدی مقدم افسود نیروی انتظامی در سال 91 یک محموله نفت به ارزش 180 میلیون دلار برای جبران کسری حقوق سال 91 کارکنان خود از دولت تحویل گرفته و به فروش رسانده است. فرمانده نیروی انتظامی گفت معاونت برنامه ریزی رئیس جمهوری اشاره کرده است که فرایند قانونی به طور دقیق طی نشده است به دلیل اینکه پول باید ابتدا به حساب خزانه واریز میشد و سپس از حساب خزانه به نیروی انتظامی بابت کسری حقوق کارکنان پرداخت میشد البته این ایراد آنها درست است آقای احمدی مقدم وزیر اقتصاد دولت احمدی نژاد را متهم کرده که باعث به وجود آمدن این مشکل شده و افزود وزیر اقتصاد جلسه مورد نظر را به جای اسفند 91 در اردی بهشت 92 برگزار کرد و به لحاظ قانونی نمیتوان پول سال 92 را در سال 91 هزینه کرد. خبرگزاری فارس پنجم بهمن سال 92 با اشاره به گزارش تفریق بودجه سال 91 خبر داده بود که نیروی انتظامی با وجود فروش یک محموله نفت خام به ارزش 185 میلیون دلار و دریافت بهایان از پرداخت بدهی خود به شرکت ملی نفت ایران خودداری کرده است. پس از انتشار این خبر برخی از رسانه ها این اقدام نیروی انتظامی را تخلف دانسته بودند اما فرمانده نیروی انتظامی پرداخت نشدن پول به حساب خزانه و هزینه کردن مستقیم آن را یک اشکال حسابداری خوانده بود آقای احمدی مقدم در تشریح روش های موجود برای حل این اشکال گفت تنها راهکار منطقی آن است که معاونت برنامه ریزی رئیس جمهوری ظرف یک یا دو سال این پول را در یک ردیف بابت کسری حقوق ناجا ببیند و به حساب خزانه واریز کند به افسود یا اینکه دولت می تواند بابت پرداخت دویون کسری حقوق سالهای گذشته این مبلغ را به ناجا پرداخت کند و ناجا هم آن را به خزانه مستقیما واریز کند آقای احمدی مقدم تاکید کرد که در هر صورت این پول را باید خود دولت تامین کند چرا که نیروی انتظامی منبعی ندارد و در درآمد حاصل از فروش این محموله بابت کسری حقوق کارکنان نیرو استفاده شده است. بر اساس گزارش ها، فروش نفت توسط نیروی انتظامی و برخی از افراد دیگر مانند بابک زنجانی به دلیل تحریم های نفتی ایران و کاهش فروش نفت ایران در دولت محمود احمدی نژاد انجام شد و طی آن مبالغ کلانی به خزانه واریز نشد و به تاراج رفت. گفته میشود بسیاری از نظامیان نیز مبالغ نجومی را از این راه به دست آوردهاند نمایندگان مجلس ایران با اکثریت آرا هر گونه تبلیغ پیشگیری از بارداری را ممنوع کردند این تصمیم در جریان بررسی طرح افزایش نرخ باربری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور به پیشنهاد کمیسیون بهداشت اتخاذ شده است 82 نماینده مجلس که این طرح را اوایل سال جاری ارائه کرده بودند اقدام خود را در راستای خواست علی خامنه ای در بازنگری سیاستهای جمعیتی و اتخاذ مسیر هوشمندانه برای افزایش جمعیت عنوان کرده بودند علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی خواستار افزایش جمعیت ایران است و میگوید جمعیت فعلی کشور باید دو شود روح الله حسینیان عضو پایداری دولت یازدهم را مسن و ناکارآمد توصیف کرده و گفته محمود احمدی نژاد بیشتر از حسن روحانی به مخالفان خود احترام میگذاشت حسینیان با تمجید از عملکرد دولت احمدی نژاد در زمینه های اقتصادی سیاسی و اجتماعی گفته روحانی در دولت خود از یک مشت انسانهای مسن استفاده کرده که همین مسئله باعث بیتحرکی دولت شده است نماینده عضو جبهه پایداری همچنین از هیئت رئیسه مجلس به دلیل خارج کردن طرح سؤال و استیزاه اعضای کابینه 11دهم انتقاد کرده است علی متحری در نامه تند به حسن روحانی خواستار رفع حصر از رهبران معترضه انتخابات سال 88 شد و هشدار داد در صورت مسامحه این موضوع در قالب سال از رئیس جمهور در مجلس پیگیری خواهد شد مهدی کروبی میرحسین موسوی و زهرا رهنورد رهبران ها به نتایج انتخابات سال 88 سه سال و هشت ماه است که در حصر خانگی به سر میبرند اما آکادمی سلطنتی علوم در سوئد اعلام کرده جایزه نوبل در رشته فیزیک در سال 2014 به طور مشترک به سه دانشمند ژاپنی تعلق گرفته است. ایسامو آکاساکی، هیروشی آمانو و شوجی ناکامورا سه برنده امسال نوبل فیزیک هستند. این سه پژوهشگر به دلیل پژوهش بر روی لامپ‌های کم مصرف موسوم به LED موفق به کسب جایزه نوبل فیزیک شدند. و آخرین خبر این که یک منبع در وزارت خارجه روسیه از دیدار قریب الوقوع سرگی لاوروف و جان کری خبر داد. این دیدار در حالی صورت خواهد گرفت که تلاش ها برای آتش بس در شرق اوکراین در حال افزایش است. روابط میان واشنگتن و مسکو به دلیل بحران اوکراین تیره شده است. آمریکا روسیه را به حمایت از جدایی طلبان شرق اوکراین متهم می با این خبر به پایان این مجموعه خبری می رسیم. ممنونم که با ما همراه بودید. شب و روز شما خوش.